5 داستان آموزنده و شگفت‌انگیز رو در این ویدیو برای شما تقدیم میکنم. 1. صاحب و مرد مسافر. 2. مرد ثروتمند. 3. برنده. 4. در سختی چه کسی زنده میماند. 5. شکارچی. امیدوارم از شنیدن این داستان های کوتاه لذت ببرید و تا آخر این ویدیو را دنبال کنید، همچنان لایک و نظر دهید. یک، زاهد و مرد مسافر. مرد زاهدی که در کوهستانی زندگی می کرد، روزی در کنار چشمه نشست تا آبی بنوشد و خستگی در کند. سنگ زیبایی را در درون چشمه دید، آن را برداشت، در خورجینش گذاشت و دوباره براهش ادامه داد. در راه به مسافر برخورد که از شدت گرسنگی با حالت ضعف افتاده بود. کنار او نشست و از داخل خورجینش نانی را بیرون آورد و به او داد. مرد گرسنه هنگام خوردن نان چشمش به سنگ گرانبهای درون خورجین افتاد. نگاهی به زاهد کرد و گفت: آیا آن سنگ را به من می دهی؟ زاهد بیدرنگ سنگ را در آورد و به او داد. مسافر از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید. او می دانست که این سنگ آنقدر قیمتی است که با فروش آن می تواند تا آخر عمر بر رفاه زندگی کند. بنابراین سنگ را برداشت و با عجله به طرف شهر حرکت کرد. چند روز بعد همان مسافر نزد زاهد آمد و گفت: من خیلی فکر می کردم تو با این که می دانستی این سنگ چقدر ارزش دارد، خیلی راحت آن را به من هدیه کردی. بعد دست در جیبش برد و سنگ را در آورد و گفت: من این سنگ را به تو بر می گردانم، ولی در عوض چیزی گرانبهاتری از تو می خواهم. به من یاد بده که چگونه بتوانم مثل تو باشم. 2. مرد ثروتمند. روز مرد ثروتمند با پسر بچه کوچکش به ده رفت تا به او نشان دهد مردمی که در آنجا زندگی می کنند چقدر فقیر هستند. آن دو یک شبانه روز در خانه محقر یک روستایی مهمان بودند. در راه بازگشت در پایان سفر مرد از پسرش پرسید: نظرت در مورد مسافرت ما چی بود؟ پسر پاسخ داد: عالی بود پدر. مرد پرسید: آیا به زندگی آنها توجه کردی؟ پسر پاسخ داد: بله پدر. و مرد پرسید: چی چیزی از این سفر یاد گرفتی؟ پسر کمی اندیشید و بعد به آرامی گفت: فهمیدم که ما در خانه یک سگ داریم و آنها چهار تا. ما در حیات خانه خود یک فواره داریم و آنها رودخانه دارند که نهایت نداشت. ما در حیات خانه خود فانوس های تزئینی داریم و آنها ستارگان را دارند. حیات ما به دیوارهایش محدود می شود، اما باقی آنها بی انتهاست. با شنیدن حرف های پسر زبان مرد بند آمد. بعد پسر بچه کوچک اضافه کرد: پدر، از شما تشکر میکنم، تو به من نشان دادی که ما چقدر فقیر هستیم. 3. برنده. جان در دوره لیسه عالی مکتب درس میخواند و از اینکه قرار بود در یکی از مسابقات انتخابی المپیک شرکت جوید شور و حال و هیجان خاصی داشت. پدر و مادر او در روز مسابقه گوش بزنگ و امیدوار در جایگاه تماشاچیان نشسته بودند که جان بهتر از دیگران دوید و نخستین مسابقه را برد. او از دریافت جایزه و از ابراز احساسات جماعت حاضر در ورزشگاه سر از پا نمی شناخت. دومین مسابقه آغاز شد و جان شروع به دویدن کرد. کمی به خط پایانی مانده بود، یعنی درست لحظه ای که جان می توانست برای بار دوم برنده شود، از حرکت باز استاد و
و از مسیر مسابقه خارج شد. پدر و مادرش به نرمی از او پرسیدند: چرا این کار رو کردی جان؟ اگر ادامه می دادی دومین مسابقه را هم برده بودی. جان معصومانه پاسخ داد: درست است مادر، اما من یکی از جایزه ها را برده بودم، در صورتی که مایک هنوز صاحب جایزه نشده بود. 4. در سختی چی کسی زنده می ماند؟ 2 نفر از اهالی یک ده با هم به سفر رفتند. یکی از آنها ضعیف بود و هر شب یک بار غذا می خورد. دیگری قوی بود و روز 3 بار غذا می خورد. از قضای روزگار در کنار شهر به اتهام اینکه جاسوس دشمن هستند دستگیر شدند و هر دو را در خانه زندانی نمودند و در آن زندان را با گل گرفتند و بستند. بعد از 2 هفته معلوم شد که جاسوس نیستند و بیگناهند. در را گشودند، دیدند مرد قوی مرده ولی مرد ضعیف زنده مانده است. مردم در این مورد تعجب نمودند که چرا مرد قوی مرده است. طبیب فرزانه به آنها گفت: اگر مرد ضعیف میمرد باعث تعجب بود، زیرا مرگ مرد قوی از این بود که او پرخور بود و در آن 14 روز طاقت بی‌غذایی نیاورد و مرد. ولی آن مرد ضعیف کمخور بود، مطابق عادت خود صبر کرد و سلامت ماند. 5. شکارچی. مرد از کنار جنگلی رد می شد، شیر را دید که برای شغال خط و نشان می کشد. شغال به خانه رفت و در را بست، ولی شیر همچنان به حرکات رزمی اش ادامه داد و شغال را به جدال فرا خواند. مرد سرگرم تماشای آنان بود که کلاغ از بالای درخت از او پرسید که چیز تو را این چنین متعجب کرده است. مرد گفت: به خط و نشان های شیر فکر می کنم شغال هم بی توجه به خانه اش رفته بیرون نمی آید. کلاغ گفت: ای نادان، آنها تو را سرگرم کرده اند تا روباه بتواند غذایت را بخورد. مرد دید که غذایش از دست رفته، از کلاغ پرسید: روباه غذایم را برد، شیر و شغال را چه حاصل؟ کلاغ چنین توضیح داد: روباه گرسنه بود، توانی حمله نداشت، غذایت را خورد و نیرو گرفت. شیر هم بدنش گفته بود خودش را گرم کرد تا هنگام حمله آماده باشد، و شغال هم خسته بود، رفت خانه تا نیروی تازه کند. آن زمان که پیش رفتی هر سه بتواند حمله کند و تو را بخورند. مرد پرسید: از اطلاعاتی که به من دادی تو را چه حاصل؟ کلاغ گفت: آنها کسه زر تو را به من وعده داده بودند تا تو را سرگرم کنم. این بود 5 داستان آموزنده که برای شما تقدیم شد. از توجه و همراهی شما سپاسگزارم. بهروز و شادکام باشید.